سلام بچه، حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ من و نیما امروز تصمیم گرفتیم با مامان بابام بریم سمت مولوی برای اینکه اینا خرید دارن. خب الان توی راهیم. ببین امروز پنجشنبه است، الان داریم یه مقدار خلوته، یعنی روزای دیگه میرفتیم افتضاح بود. خب همینجور که داریم سمت جنوب شهر، موتور سوارام داره تعدادشون زیاد میشه. خب بابا اینا میخوان اول صندلی بگیرن، از این صندلی تاشو، ولی اینجا فعلا فقط صندلی های اداری و اینجور چیزا داره. ببینیم میتونیم پیدا کنیم یا نه. یه چیزی هم هست، فروشنده های اینجا یه ذره زورشون میاد جو و سال آدم بدن. والا خوش اخلاق نیستم بنده خدا ها، البته همشون نمیگم، و این دوتا مغازهایی که من سال کردم اینجا هم که همین صندلی تاشو نتونستیم تا الان پیدا کنیم، همین بیشتر صندلی های اداری هم. خب الان داریم میریم به سمت همون مولوی، ولی فکر کنم ما داریم اینجا اشتباه میریم، ورود ممنوع میریم. بنده خدا وارد اینجا شدیم، نیما گفت ورود ممنوع اینجا، بابام ولی گفت نه برو ورود ممنوع نیست. ببین بابای من چند سال پیش، سالها قبل اومده بود این سم، بعد همش میگه مثلا از این راه برید این درسته فلا اینو. بنده خدا دیدم میریم جلوتر، میبینیم اونجا رو بستن، اینجا رو بستن. خودش هم تعجب کرد، میگه وای چقدر عوض شده همه اینا. همینجور که داریم میریم به سمت پایین تر یا مرکز شهر یا پایین تر، ببین همینجور موتور سوارها ها چقدر زیاده. یه سری از مغازه ها رو میبینی چقدر قدیمیه، خیلی جالبه، انقدر قدیمیه فکر کنم مثلا قدمت بعضی از این مغازه بالای 100 ساله. خیلی وقت بود دوست داشتم بیام این سمتا، ولی مثلا گفتم یه خریدی چیزی باشه که بتونم بیام، ولی خب الان که اومدم گفتم یه ولاگم برای شما بگیرم که بچه هایی که مثلا خیلی وقت نرفتن سمت همین مثلا مولوی و یا اینجور چیزا بتونن مثلا ببینن اینا. ببین اینجا رو نکنی دروازه قاره، فکر کنم آره همچین چیزاییه. خیلی جالبه این ور نگاه کنی چقدر فضای سبز ساختن، خیلی خوبه. ساختمان های قدیمی رو چیز کردن، کوبیدن، فضای سبز ساختن این دور و برا. فقط دیگه میبینی دیگه تا چشم کار میکنه موتور موتور موتور. حالا که من دارم میگم موتور، یه موتور رد میشه. ولی میبینی چقدر بعضی از ساختموناش قدیمیه، خیلی باحاله، یعنی خیلی هاشون خودشون مکان تاریخی هن. موتور و فضای سبز خیلی به چشم میخوره. خب ما فکر کنم اومدیم از یه راهی بریم سمت مولوی که اون ورودیشو بسته بودن، اشتباه اومدیم. الان باید بریم پایین دور بزنیم، از بریم میدون شوش، از شوش بیایم بالا. اشکال نداره با هم دیگه شوش هم میبینیم. من که فکر کنم اصلا شاید بچه بودم اومدم این ورا مثلا برای مامانم، با مامانم اینو برای خرید و اینا، با مامانم که خودشون میگن خیلی وقت نیومدیم. این پاساژ رو ببینید چقدر بزرگه، پاساژ برای جهیزی است، البته روش نمیشه جهیزی، اینم میدون شوش. رسیدی میدون شوش. بازم دارم فضای سبز درست میکنم. اینجا بچه ها فکر کنم دروازه قاره، نه
قار نه دروازه نمیدونم یه دروازه هست دیگه شاید دروازه شوشه نه امیدوارم این که دارم از خیابونا براتون فیلم میگیرم خوشتون بیاد خب اینجا اومدیم به این آقای میگیم که چیزه البته الان ما اینجا داریم هم دنبال صندلی تاشو میگیریم هم بشکه بابام بشکه لازم داره به آقای میگیم وای چقدر اینجا موتور سواره میگه خوبه روزای دیگه نیومدی حالا امروز خیلی کم شده موتور سوارا حالا داریم میگردیم ببینیم کجا میتونیم بشکه و صندلی تاشو پیدا کنیم نگاه کن خانمی این برای مسافرت جایی که میخوای بریم یه شیره 45 لیتره ولی میگن 50 45 الکی میگن 50 45 همون 45 درست اینم هست این اکثرا بگیر آقا بابام میخوای باشه ببرم خارج بگم و چرخ بریم بازار های مولوی 180 تومان ببر شیردار نیست بشکه شیردار این خوبه اون فرمود آخوش هم میشه اون چهار سفر میزنه یه ریزه جنسش فرمود هر رو میرم هم چون برای ولی این خیلی خب اینا رو خریدیم زدیم بار ماشین ببین چجوری داریم این ببین نه به وانت یارو خودش پیکیش بنده خدا میگه تا دو سه روز دیگه میتونه براتون بیاره اینجا هم چند تا خواستیم وانت بگیریم همشون گفتن تا فردا نمیتونیم براتون بیاریم خودمون باردن دیگه مجبور شدیم اونجوری جمع کنی بیاریم اینا بعد دیگه همین دیگه شبونم ببینید و لذت ببرید ببین تو قسمت قبلی دیدی داشتم از خیابون فیلم میگرفتم یه دفعه یه پسر جیغ زد خانم فیلم نگی من گفتم حالا شاید مثلا ممنوع فیلم گرفتن اینو گفتم چی شد آقا گفت هیچی خانم اینجا رو هوا موبایلتو میزنه از زمین دوز میاد بیرون هیچی دیگه سری موبایلمو گذاشتم توی جیبم ترسیدم از ترس دوزا و یعنی خیلی میخواستم از خیابون براتون فیلم بگیرم شانس آوردی چه بابا میگه اینجا خونه رمضان یخی حالا من رمضان یخی دقیقا نمیدم نیما رمضان یخی تو چیز تاریخت خوبه بگو کیه من تاریخم خوبه که برنم رفتم خوندم یه سریاشو بابات یه چیزایی تعریف کرد راجع به اون دوره ولی این رمضان یخی مثل که چند تا داداش بودن حسین رمضان یخی و نم تغییر رمضان یخی و اینا نونوایی داشتن اونجا مثل که دوره رضاخان داشتن نون میفروختن چون اون موقع قحطی بود و اینا مثل که یه ساعت و نیم نون میپختن یه ساعتشو خودشون برمیشن نیم ساعتشو میدادن به مردم یه همچیزی خلاصه رضاخان میفهمه و میاد اونجا و خودش رسیدگی میکنه البته اون موقع رضاخان هنوز اون موقع شاه نشده بود سردار سپه بوده مثل که دوره آخر احمد شاه بوده بعد میاد چیز میکنه اونجا مثل که داد و بیداد میکنه و دستشونو میگیره و میگه چرا این کارو داری میکنی این حرفا خلاص محافظاش درگیر میشن و از این حرفا بعد نوچه های رمضان یخی رو برای اینکه درس عبرت بشه برای بقیه میاره توی چیز توی میدون اعدام اعدامشون میکنه بقیه نوچه هاشون هم پس فردا و پس فرداش مثل که اونجا اعدام میکرده میگه برعکس هم آویزون میکرده همه رو میگفته تیر بارون کنین دیگه از اون موقع نونوایا یه خورده میترسن
به قول معروف نونی که دیگه مال حق مردم بوده رو مردم میدن، ولی خود حسین رمضان یخی با داداشش، مخصوصا خود حسین رمضان یخی داستانای زیادی داره. من یه سری چیزاشو خوندم، با طیب دعواشون میشه و چاقوکشی میکنن و از این حرفا. بعد کارهای خیرخواهانه هم زیاد میکرده به مردمایی که نداشتن. بعدها بعدا تو دوره پهلوی دوم میگن خود رمضان یخی کمک میکرده. این خلاصه داستانش بود. بچه اینجا خیلی داستانه جالبی داره، مثلا خونه های تاریخی داره. بعد بابای منم خودش هم بابام هم به نیما هم نیما تاریخی چون علاقه منده، مثلا یه سری خونه ها رو میریم مثلا میبینیم میگن تاریخش این بوده، اینجور آدم ها اینجا زندگی میکردن فلان اینا، مثلا مثل همین رمضان یخی. الان شده رازی. این هوره بابا؟ نه هور بالاش بوده. نه اینا دیگه، این میدون رازیه که گمرک بابات میگه دیگه. بالا نرو مستعمل. اینه چیز چهاره گلوپندکه؟ آره. بچه داشتی میمدیم انقدر شلوغ بود، انقدر شلوغ بود، همه قرب میزدم وای چقدر شلوغه، چرا اینجا اومدیم برای خرید، اشتباه کردیم فلا اینا. بعد حالا که اومدیم خریدمون کردیم و بعد یه سری چیزای تاریخی دیدیم و جالب بود و اینا، همه میگن نه چقدر خوب بود اومدیم، یه تفریح هم شد و خوش گذشت و اینا. اولش هیچ کس گردن نمیگرفت کی پیشنهاد داده بیایم، الان همه میگن خوب شد. این میگه من گفتم، میگه من گفتم. خب بچه ها کم کم داریم به میدون هور نزدیک میشیم. من کلا هر میدون از اول دیدیم به بابا میگم بابا این میدون هوره، اون میدون هوره، ولی مثل که دیگه داریم به میدون هور واقعی نزدیک میشیم که اداره پست فکر کنم مرکزی هم اینجا باید باشه، اون چیزی که یادمه. هرچی هم میریم یه ذره به اون سمت اونورتر موتورا کمتر میشه و خیابونا خلوتتر. ببین عاشق بابام هم. یعنی از همون اول که راه افتادیم هر میدونی رو میدید یه دونه خاطره، یه چیز داستان تاریخی برامو تعریف میکرد. الان هم دوباره شروع کرده از همین میدون هور و مثلا اتفاقایی که افتاد و فلان و اینا رو قشنگ همش داره در موردش داستانی تاریخ تعریف کنه. یعنی خودش قشنگ یه کتاب تاریخه. هم بابام اینجوریه، هم نیما اینجوریه، هم پدر شوهرم خیلی داستانی تاریخی زیادی میدونن و مثلا میشینی باشون صحبت میکنی ساعت ها میشینن داستانه تاریخ برای تعریف میکنن، کم نمیاری. خب اینم میدون هور، ببینید چقدر قشنگه. این میدون هوری که انقدر دنبالش گشتم همینه، ببین چقدر خوشگله. بچه ها نگاه کنید چقدر اینجا خوشگله، اینا نگاه کنه چقدر قشنگه. کلا وسایل مغازه خیلی خیلی قشنگه ها، مجسمه هاش، همه چی. ساعت ها رو نگاه کنید اینجا، این نگاه کنید خیلی بامزه است. یا این ببین من چیزایی که اینجا دیدم کلن تک بوده، مثلا این نگاه کنید چقدر بامزه. یا این چیزا رو نگاه کنید، این گاوه رو یا مثلا این اسبه رو نگاه کنید بچه ها، اسبه خیلی خوشگله. حالا نور هست یا ذره چیز نمیده اینجا یا این ساعت یا لوسا خیلی خیلی خوشگل. اگه اون لیموها و سوماغاره هم بده برنه. خب نهارمون رو خوردیم، گفتیم دیگه بریم سمت ویلا، آخر هفته رو اونجا باشیم. ببین شروع کرد هوا همینجوری طوفانی شدن، طوفانی شد. یعنی نگاه کنید شما، درخت‌ها قشنگ طوفان داره خم میکنه، جاده‌ام همینجوری که طوفان زیاد شد جاده‌ام شلوغ شلوغ شد، انقدر گرد و خاک و طوفان تو هواست اصلا نمیشه جلو رو نگاه کرد، اصلا دیدش یعنی دید جلو افتضاح شده. حالا خدا کنه یه بارونی چیزی بیاد این
گرد و خاکو ببره، از بین ببره، خیلی داغون شده هوا. اوه اوه اوه، وحشتناک شد طوفان. فکر نمی کردم اصلا هوا و هوای چیز آفتابی بعدش اینجوری بشه. مامانم یادش رفته بود جکفش رو بخره، برای ویلای جکفشی میخواست. بعد دیگه گفتیم اینجا یه فروشگاه لوازم خانگیه، خیلی بزرگه، همه چی داره. بعد دیگه البته بیشترش مساله ها، مساله ساختمانی، ولی خب لوازم خونم داره. گفتیم که بیایم اینجا جکفش رو بخریم. من یوتیوب هم فیلم میگیرم، مسائل اینجا رو هم ببینیم. خب خدا رو شکر بارندگی شروع شد که اون گرد و خاک رو بخوابونه. خیلی تو هوا گرد و خاکه، بارندگی هم زیاد بشه خوبه. بچه یه باد و بارونیه که اصلا بهتون نگم، و سیل شد، جاده سیل شد. اینجا نیه کنیم بچه، نیه کنیم بسیم این باری چیز سگه همه بکنم. آره نه الکل چیزی داری الکل. آه سلو عزیزم، خوبی؟ صدای چی میاد شیرو؟ آره الان گرسنه‌ش نیست، گرسنه‌ش خوش نیست، گرسنه‌ش بشه نون رو هوا میخوره. نه کباب، نون کباب رو هوا میخوره. چی قشنگ نه یا تو دیگه خوشگل من دیگه تو نه. خب برو عقبتر عزیزم دیگه. نیما چه راحت اومد تو دیگه، دیگه خیلی سعی میشه. ماهیه چتر خاص نیما، طوفان بود بارون بود رفت بیرون، ببین چتره چجوری شد. چار برقمون اومد، به لطف الهی برق اومد. به به، اینجا صندلی گذاشته بودم داشتم بیرون نگاه میکردم، ولی دیگه برق اومد و خدای خیلی قشنگ نیست.
ببین یه گردو کندم، میخوام اینم گردوش اگه اوکیه برم بقیه هم بکنم ببینم چه جوری. حالا بلدم نیستم پوست بکنم. اولین گردو نیمو کنده. البته نه نرسیده. نه است خسته نباشید دست. اگه میرسید ببینم نگاه نرسیده. مرسی. من نمیترسم. شبیه سیاپوستی شدم. نیما میگه من میرم اینجا تو رو تنها میذارم. اصلا نمیترسم. تو این هوای قشنگ چه باید بترسم؟ شبیه این شخصیت های فیلم های ترسناک شده همه جا تاریکه لوس ببین چقدر عدا در میاره داره توت میخوره و عدا در میاره کجایی؟ چی داری میخوری؟ گل شکارت کردم رفتیم شاممونو خوردیم بعد از که برق اومد کلی نشستیم حرف زدیم و الان هم بعضی دارن توت میخورن انقدر هوا خوبه دو ساعت و نیم جدا دو ساعت و نیم فقط بارندگی بود سلام بچه حال احوالتون چطوره خوبید خوشید ببین دیشب ما اینجا خوابیدیم انقدر سرد بود که اصلا نمیتونید افتضاح بود و یعنی من یه پتو کشتم روم داشتم میلرزدم بعد دیگه هیچی میخواستم بمونم بگم اون پاشو بخاری و شفاش و همه چی رو روشن کن که داریم یخ میزنیم ولی متاسفانه خیلی هم خوب بود و دیروز خیلی خوش گذشت ولی من متاسفانه یه ذره کمردرد داشتم راحت نتونستم بخوابم وگرنه اینجا واقعا مثل بهش میمونه و همه چی عالیه و پر از آرامش اینجا خیلی آرامش داره قشنگ کیف میکنید بیاید اینجا حسابی لذت میبرید درخت پر توته فقط من نمیتونم معدم درد میکنه نمیتونم توت بخورم اینجا این درخت های باغ پشتی مونه خیلی خوبه اینا انقدر کلا فضا اینجا حس آرامش و حس و حال خوب داره آدم دوست داره ساعتها بین این درخت ها بچرخ و کیف کنه و لذت ببره زردالو رو نگاه کنی البته این درخت هنوز نرسیده ولی اون یکی درخت ها همه زردالوش رسیده حسابی هم رسیده وای ببین رفتم تو گل نگاه کن تو زانو رفتم تو گل خدایا هم یه چیپس بخوریم مامانم میگه از اونا نگی از این داروی گیاهی از این چیز پنیرکا بگی که برای بدن خوبه پنیرکا هم ببینیم خب بچه دیگه کم کم باید جمع کنیم و برگردیم بریم خونه سراغ خونه و زندگی باید اینجا رو الان مرتب کنم و خیلی خوش گذشت خیلی خدایی چقدر فضاش قشنگه دلم نمیاد برگردم خونه عالی اینجا قبل از اینکه بریم خونه یه سرم اومدیم یه سری هم به باغ خودم بزنیم ببین این و تمام زردالا ریخته زمین یعنی این دو روزی که طوفان شده همه زردالا داغون شده دیگه اینا رو هم گفتیم چون داغون شده ببریم خونه لواشک و برگ خشک اینا درست کنیم که چون به درد نمیخوره برای خوردن اصلا خوب نیست همشون له شده این سگ رو نگاه کن خب بچه ها ممنونم که با من بودین دیگه وقتشه که برگردیم خونه خوش و خرم و سلامت باشید ای جانم این گوگولی نگاه کن